دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید ما همچنان داریم تعیین علامت رو با هم یاد میگیریم توی جلسه قبل تعیین علامت دو جمله های درجه اول رو شروع کردیم این جلسه ادامه همون جلسه است توی جلسه قبل دو نوع مختلف دو جمله های درجه اول رو تعیین علامت کردیم نوع اول نوعی بود که ضریب x مثبت بود و ax منهای b بود معادله و نوع دوم نوعی بود که ضریب x منفی بود و معادله و منفی ax منهای b تو این جلسه با دو نوع دیگه دو جمله های درجه اول آشنا میشیم نوع سومی که اینجا میخوایم آشنا بشیم علاوه بر دو نوعی که در جلسه قبل یاد گرفتیم ax به اضافه به. باز هم a و b هر دو بزرگتر از صفر بچه اصل تعین علامت روشش چی بود اینکه ما این تعیین علامت رو به سه پله تقسیم میکردیم میگفتیم که میایم حساب میکنیم برای اینکه ایگرگ ها بزرگتر از صفر باشن چه ایکس هایی باید ما بدیم به این رابطه برای اینکه ایگرگ ها بزرگتر از صفر باشن Ax به اضافه b باید بزرگتر از صفر باشه در نتیجه Ax باید بزرگتر از منفی b باشه و در نتیجه x بزرگتر از منفی به تقسیم بر a بچه جهت نامساوی عوض نشد به خاطر اینکه a یه عدد مثبت بود یه ذریبه ببخشید مثبت بود حالا برای اینکه x مساوی صفر باشه در چه ax به اضافه b باید صفر باشه در نتیجه x مساوی منفی b تقسیم بر a و برای اینکه y ها کوچکتر از صفر باشن ax به اضافه ب کوچکتر از صفر و در نتیجه ax کوچکتر از منفی ب و به عبارتی x کوچکتر از منفی b تقسیم بر a دوباره جدول تعیین علامت رو برای این, این رابطه میکشیم جدول تعیین علامتمون به این قرار از این قرار بود که نشون میدادیم به اضای x های مختلف y چه علامتی داره اینجا x اینجا y نشون دادیم که به ازای x مساویه منفی b تقسیم بر a y به اعضای x های بزرگتر از منفی b تقسیم بر a x y مثبت و به ازای x های کوچکتر از منفی b تقسیم بر a y منفی نمودارشم نمودار این رابطه هم اگر بکشیم نمودار از این قرار میشه آخ ها ببخشید من اینو اجازه بدید پاک کنم نمودار از اول بکشم خب بچا چون به آ هر دو عدد مثبتی بودن منفی بی تقسیم بر ای عدد منفیه یعنی سمت چپ محورهای مختصات این منفی بی تقسیم بر ای به اعضای ایکس های بزرگتر از منفی b تقسیم بر a که میشه این ایکس ها ایگرگمون مثبت و به اعضای ایکس های کوچکتر از منفی b a که میشه این ایکس ها ایگرگمون منفی. درسته حالا من یه خطی برای شما میکشم این خط دقیقا خط نمودار این رابطه است و دقیقا اون چیزی که ما تو این جدول خلاصه کردیم رو نشون میده. یعنی به ازای ایکس های بزرگتر از منفی بی ایوم ای که میشه از منفی بی, بی ایوم تا مثبت بی نهایت این ایکس های بزرگتر از منفی بی ایومه ای ایگرگ هامون ایگرگ های این خط همونطور که میبینید مثبت هستن. بزرگتر است و به اعضای ایکس های کوچکتر از منفی بی ایام که میشه از اینجا از منفی بی ایو تا منفی بی نهایت همونطور که این خط بیان میکنه ایگرگ هامو بچه ها منفی هستن خب حالا حالت آخرمون حالت چهارم ختم رنگ خطم بچه اشتباه بود حالت چهارم ایگرگ مساویه منفی AX به اضافه B دوباره A و B هر دو مثبت هستن من اینو خیلی سریع حل میکنم چون روش همون بچه بچه و شما آشنا شدید برای اینکه Y بزرگتر از صفر باشه منفی AX به اضافه B باید بزرگتر از صفر باشه دانش منفی AX باید بزرگتر از منفی B باشه و چون منفی A A خودش یه عدد مثبته ولی منفی A یه منفیه وقتی که دو طرف نامساوی رو تقسیم بر منفی A می کنیم جهت نامساوی عوض میشه. این منفی A ای تقسیم بر منفی B تقسیم بر منفی A که به عبارتی برابر با X کوچکتر از B و برای اینکه Y مساوی صفر باشه منفی AX به اضافه B مساوی صفر در نتیجه منفی ax مساوی منفی b و در نتیجه x مساوی به تقسیم بر a و برای y برای اینکه y منفی باشه منفی ax به اضافه b باید کوچکتر از صفر باشه در نتیجه منفی ax کوچکتر از منفی b و دوباره دو طرف رو تقسیم بر منفی a می کنم و نتیجه میشه به اعضای x های بزرگتر از b تقسیم بر a y منفی دوباره جدول تعیین علامت رو بچه ها اینجا میکشیم چه حسابیه که من همیشه با مشکل کم بوده جا رو میشم؟ نمیدونم واقعا نمیدونم بچه جدول تعیین علامت اینجا بهمون گفته که اگر x مساوی b تقسیم بر a باشه y ای مثبت به ازای ایکس های بزرگتر از اون مقدار ایگرگ منفیه و به ازای ایکس های کوچکتر از اون مقدار ایگرگ مثبت خب بچه‌ها دوباره نمودارش هم براتون میکشم آمیدوارم امیدوارم جای کافی باشه بعد گفتم که به ازای x مساوی به a چون b و a هر دو مثبت هستن b یوم هم یه عدد مثبته یعنی سمت راست محور مختصاته و به ازای x های بزرگتر از b یوم یعنی این ایکس ها از اینجا تا مثبت بی نهایت y منفی یعنی باید نمودارمون اینجا باشه و به ازای x های بزرگ کوچکتر از b یوم یعنی از اینجا تا منفی بی نهایت من باید مثبت باشه یعنی نمودار بعد اینجا باشه پس حالت شکل کلی نمودار به این صورت می شود دقیقا, دقیقاً این نمودار اون چیزی که ما توی جدول تعیین علامت داریم بهمون نشون میده میگه به ازای ایکس های کوچکتر از b ایوم که از b ایوم تا منفی بی نهایت y بزرگتر از صفر و به ازای ایکس های بزرگتر از b ایوم که از b ایوم تا مثبت بی نهایت y کوچکتر از صفره. بچه چهار حالت تعیین علامت دو جمله یه درجه اول رو براتون تو این جلسه حساب کردم در با هم حساب کردیم خیلی گیج نشید که چه اتفاقی افتاد ما در واقع هر چهار حالت یه اصل برای حساب کردن تعیین علامت داشت و اینکه شما این سه رو انجام بدید و این جلسه بعد اول یه مرور کلی از این چهار حالت داریم و بعد با هم یه مثال حل میکنیم مرسی که تو این جلسه با من بودید فعلا خدافز